به نام خداوند جان و خرد که زو برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستای عزیز و گرامی، امیدوارم همیشه موفق و مؤید و کامگار باشید. در این ویدیو درباره اعداد مرکب و اولیه صحبت میکنیم و همچنان درباره تجزیه اعداد مرکب و اعداد اولیه. خب اول ای که اعداد اولیه و اعداد مرکب از نظر بخش پذیری یا تقسیم پذیری اعداد به دو دسته تقسیم می شود که اعداد اولیه هست و اعداد مرکب است. اعداد اولیه اعدادی هست که قابل بخش پذیری یا قابل تقسیم پذیری نباشه، یعنی تجزیه پذیر نباشه، تقسیم نشه. مثلا عددی که بجز یک و خودش بالای دیگه اعداد پوره نرسه، یه اعداد مگه اعداد اولیه مانندی 2, 3, 5, 7, 11, 13 رقم ابدا. خب و اعداد مرکب عددی هست که برعکس از این، بجز از یک و خودش بالای دیگه اعداد هم پوره قابل تقسیم باشد، مانندی 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 رقمی. خب حال چی گونه ما میتوانیم که عدد اولیه را از بین تمام اعداد جدا بکنیم؟ یک رویش که وجود داره اینه که ما میفهمیم قابل تقسیم خواندیم، قابل تقسیم میفهمیم. پس در اینجا ما اعدادی که بالای 2, 3, 4, 5, 7, 9 بالای این اعداد پوره قابل تقسیم هستن، یا را سرش خط میکشیم. اول شروع میکنیم از 2. مثلا خب عددی که سر 2 پوره قابل تقسیم است، مثلا 4 است، 6 است، 8 است، 10 است، 12، 14، 16، 18، 20، بعد 22 24 26 28 30، 32 34 36 38 40، 42 44 46 48 50، 52 54 56 58 60، 62 64 66 70، 72 74 76 78 80، 82 84 86 88 90، 92 94 96 98 100. یه عدادی بود که بالای 2 پوره قابل تقسیم بود. حال اعدادی که بالای 3 پوره قابل تقسیم است، یه عداد سرش خط میکشیم. خب 9 12 بود 15، خب 7 3 63 69 81 99. خب حال عددی که بالای 5 پوره قابل تقسیم است. خب عدادی که بر 5 پوره قابل تقسیم است 10 15 25 30 35 45 50 65 70 75 80 85 90 95 100. خب عدادی که بالای 7 پوره قابل تقسیم باشد، خب 14 خط خورده، خب 21 کسی هم میرسید دنم 35 است. پس یه عدادی که باقی منه عبارت از عدادی اولیه هست. پس 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20، 21, 22, 23, 24, 25, 96، 67، 77، 78، 79، 80، 81، 90. یا عدادی هست که از 1 تا 100 عداد اولیه اینمیا هست، یا عدادی هست که قابل تقسیم نیست، بالای عداد دیگه پوره قابل تقسیم نیست. پس بجز از خود و یک به دیگه عداد پوره تقسیم نمیشه. تجزیه به عداد اولیه.
خب اعداد اولیه و اعداد مرکبه فهمیدیم، از همدیگر تشخیص دادیم. حال اعداد مرکبه ما میتونیم به اعداد اولیه تجزیه بکنیم. هر عدد مرکبی که باشه میتونیم که او رو به اعداد اولیه تجزیه بکنیم. خب در اینجا مثلا سوالای ساده کار میکنیم به خاطر از اینکه وقت کمتر بگیره. 8 وقتی که میخوایم تجزیه بکنیم میبینیم که 8 خب بالای 2 میرسه پوره، بالای 4 هم پوره میرسه. پس ای در دو عدد میتونیم که بگیم که 8 مساوی است با 4 ضرب در 2، 4 ضرب 2 8 است. باز 4 که در اینجا هست ای را میتونیم که تجزیه بکنیم در 2 ضرب 2. پس 2 ضرب 2 ضرب 2 ای عدد در اعداد اولیه تجزیه شد، دو به توان 3 هم گرفته میتونیم. خب حال دیدیم که یک عدد مرکب که 8 باشه به عدد اولیه تجزیه شد که 2 باشه. خب پس اینجا 8 بالای 2 اولین عددی اولیه 2 هست که بالای 2 تقسیم میکنیم. اگر بالای 2 پوره نرسید بالای 3 تقسیم میکنیم، اگر بالای 3 نرسید بالای 5 تقسیم میکنیم، اگر بالای 5 نرسید همین رقم بالا میره. خب 8 بالای 2 4 میرسه، 4 هم بالای 2 2 میرسه، 2 بالای 2 1 میرسه. خب پس 8 ما مساوی شد به 2 ضرب 2 ضرب 2 یا 2 به توان 3. 12، 12 هم بالای 2 6، 6 بالای 2 3 میرسه، 3 بالای 2 نمیرسه. حال پس 3 رو بالای 3 تقسیم میکنیم 1. پس بنابراین 12 مساوی شد به 2 ضرب در 2 ضرب در 3 که 2 ضرب 2 4 میشه، 4 ضرب 3 12 میشه. این رقم گرفته میتونیم 2 به توان 2 ضرب در 3، این رقمی هم گرفته میتونیم. خب 81، 81 سعی کنیم وقتی که قابل تقسیم بر 2 رو ما خواندیم گفتیم هر عددی که رقم اول 0 یا جفت باشه در 2 پوره قابل تقسیم است. پس اینجا 1 است، به 2 پوره قابل تقسیم نیست، رقم اول ازی 1 است، تاق است. بنابراین قابل تقسیم بر 3 رو سعی میکنیم. ما ببینیم قابل تقسیم بر 3، آیا 81 بالای 3 پوره قابل تقسیم هست یا نه. خب 81 9، 9 بالای 3 پوره قابل تقسیم است. پس 81 هم بالای 3 پوره قابل تقسیم، پس اینا 3 تقسیم میکنیم. خب 8 سر 3 میرسه 2، 2 سر 6 2 باقی مانده، 2 بالای 1 در کنار 1 قرار میگیره میشه 21، 21 بالای 3 7، 7 3 21. خب 27 شد، 27 باز هم بالای 3 پوره قابل تقسیم است. 27 بالای 3 9 میرسه، 9 3 27. خب 9 هم بالای 3 3 میرسه و 3 بالای 3 1 میرسه. پس 81 مساوی شد به 3 ضرب در 3 ضرب 3 ضرب 3 که مساوی میشه به 3 به توان 4. خب 72، 72 طرف رقم یک هایش جفت است، پس در 2 پوره قابل تقسیم است. اگر نه بالای 3 هم پوره قابل تقسیم است. 7 و 2 9 میشه، 9 بالای 3 پوره قابل تقسیم است. پس 72 هم بالای 3 پوره قابل تقسیم است. اما اولین عددی اولیت 2 هست، بنان اول باید بالای 2 تقسیم شود. 7 بالای 2 3، 3 2 6. خب یکی باقی میمانه بالای 2 12، 12 بالای 2 6، 3 و 6، 3 و 6 باز هم بالای 2 پوره قابل تقسیم است. 3 بالای 2 1، یکی دیگه باقی ماند 16، 16 بالای 2 8، 18 بالای 2 باز هم 9 میرسه، 9 حال بالای 2 نمیرسه، بالای 3 تقسیم میکنیم 3 3 9، 3 بالای 3 1 میرسه. خب حال در اینجا داریم که 72 مساوی هست به 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 یا 2 به توان 3 ضرب در 3 به توان 2. 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8، 8 ضرب 3 24، 24 ضرب در 3 72. یا ای که 2 به توان 3 8، 3 به توان 2 9، 8 9 72. خب عدد دیگه
رقم اول جفت است بالای دو برای قابل تقسیم چار بالای دو دوی پنج بالای دو دوی دو دو چار یکی باقی بالای شش شانزده میشه شانزده بالای دو هشتی باز بالای دو میرسه یکی دو هم یکی یه هم چاری باز هم بالای دو برای قابل تقسیم است پنج دو ده یکی باقی موند هفت دو چارده پنجا و هفت پنجا و هفت بالای دو نمیرسه بالای سه تقسیم میکنه سه هفت و پنج دوازده بالای سه باید پره برسه خب پنج بالای سه یکی میرسه دو باقی من بیست و هفت بیست و هفت بالای سه نوی نوی سه بیست و هفت پس این چی من؟ نوزده نوزده دیگه قابل تجزیه نیست بالای نوزده بالای نوزده یکی میرسه پس عدد 456 مساوی شد به دو ضرب دو ضرب دو ضرب دو دو ضرب دو ضرب دو زد بر سه زد در نوزده یا دو به توان سه ضرب سه ضرب نوزده یه از تجزیه اعداد دریافت بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مضرب مشترک دوازده 81 72 این سه عدد در نظر میگیرم خب عددی که در بین از هر سه مشترک باشه سه را داریم سه 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 به توان یک سه به توان چهار سه به توان دو خب در بین از یا اینمی عددی که مشترک هست و دارای کوچکترین توان باشه سه به توان یک داریم سه به توان چهار داریم سه به توان دو داریم پس در اینجا سه به توان یک کوچکترین چه هست که میشه سه به توان یک سه میشه خب این عدد سه عدد سه به نام بزرگترین قاسم مشترک یاد میشه خب بزرگترین قاسم مشترک یعنی چی؟ بزرگترین قاسم مشترک هر سه عدد عددی هست که این هر سه عدد بالای از این عدد پوره تقسیم شود یعنی که 12 هم بالای 3 پوره تقسیم میشه 81 هم بالای 3 پوره تقسیم میشه و 72 هم بالای 3 پوره تقسیم میشه خب حال در بین از کوچکترین مضرب مشترک پیدا بکنی حال زمانی که کوچکترین مضرب مشترک پیدا بکنیم در کوچکترین مضرب مشترکی کار میکنیم که اعدادی که مشترک هست بلندترین توان میگیریم و او اعدادی که مشترک نیست هم عددی که بلندترین توان داشته باشه او را میگیریم یا ای که مثلا عددی هست که در یک از یا هست دیگر را نیست این مشترک نیست او عدد هم میگیریم خب پس شد بزرگترین قاسم مشترک حال کوچکترین مضرب مشترک میخوایم پیدا بکنیم کوچکترین مضرب مشترک اول عددی که مشترک هست دارای بلندترین توان است خب سه سه به توان چهار سه به توان دو پس سه به توان چهار در اینجا عددی است که بلندترین توان داره زد داره خب عددی دو دو به توان سه دو به توان دو داریم پس اینجا دو به توان سه رو میگیریم که عددی هست که بلندترین توان داره متوها مشترک نیست مشترک نیست این بین دوی چه هست بین این عدد تجزیه 81 نیامده پس در اینجا 3 به توان 4 3 به توان 4 81 شد 81 ضرب در 2 به توان 3 8 خب 1 8 8 8 64 648 حال عددی 648 عبارت از کوچکترین مضرب مشترک هر سه عدد است 12 و 81 و 72 یعنی چه 648 عددی هست که هم بالای 12 پر قابل تقسیم هست هم بالای 81 پر قابل تقسیم است و هم بالای 72 پر قابل تقسیم است بنابراین به صورت خلاصه گفته میتونیم که بزرگترین قاسم مشترک که وقتی دریافت میکنیم باید اعداد بالای از او پوره برسه
و زمانی که کوچکترین مضرب مشترک دریافت میکنیم، یعنی که همون عددی که دریافت کردیم بالای 3 عدد برای قابل تقسیم باشه. مانند که در بین 12 و 72 81 سه بزرگترین قاسم مشترک است که 12 هم بالای از پوره مرسه، 81 هم پوره مرسه و 72 هم سری سه پوره قابل تقسیم است. اما زمانی که 648 دریافت کردیم که گفتیم یک کوچکترین مضرب مشترک است، کوچکترین به خاطر از این میگه که از این قدر عددی کوچکتر وجود نداره که بالای از سه پوره قابل تقسیم بشه. پس اینم کوچکترین عددی هست که در سر از هر سه عدد پوره قابل تقسیم است. اگر از این عدد کوچکتر بگیریم در یک از یا نمیرسد، دوش میرسد در یکش نمیرسد، یا در یکش میرسد در دوش نمیرسد. پس یه عدد 648 عددی است که هم بالای 12 پوره قابل تقسیم است، هم بالای 81 و هم بالای 72 پوره قابل تقسیم است. این مگه کوچکترین مضرب مشترک. جذر مربع و جذر مکعب. جذر مربع مثلا زمانی که میگیم که جذر 64 چند است؟ خب این رو معنا میده که عدد کدام عدد به توان دو بالا برده شوه تا شوه 64. ما میخواییم اینی میره پیدا بکنیم. خب خانه خالی کدام عدد است؟ سکن عددی که به توان دو رفت شوه و 64 شوه. خب زمانی که میگم جذر دوم، جذر مربع یعنی جذر دوم، جذر دومی یک عدد پیدا میکنم، یعنی میگم که جذر دومی 64 چنده، یعنی کدام عدد به توان دو بلند برده شوه که 64 شوه. خب این مشخصا فهمیده هست که چند است؟ 8 است. 8 به توان دو بلند برده شوه، 8 ضرب 8 میشه 64. پس دیگه یه عدد هم مشکل ما میتونیم دریافت بکنیم. مثلا زمانی که میگم جذر 16 چند است؟ خب به این معناست که این عدد پیدا میکنیم، جذر 16، یعنی کدام عدد به توان دو بلند برده شوه شوه 16. خب مشخص است، یعنی که 4 زمانی که به توان دو بلند برده شوه، یعنی 4 ضرب در 4 مساوی میشه به 16. 4 به توان دو به این معنی که 4 ضرب 4 شده. اگر بگیم که 4 به توان 3 است، یعنی که 4 3 بار ضرب شده که در طاقت و قاعده توان یا رو میخواد. 4 ضرب 4 ضرب 4. زمانی که بگیم که مثلا 4 به توان 4، یعنی 4 4 بار ضرب میکنیم، یا مثلا 3 به توان 4 به این معنی است که 3 4 بار یا 4 مرتبه ضرب شده. خب حال جذر دوم یعنی 4 به توان 2. خب جذر دوم ما وقتی میخوایم پیدا بکنیم به این معنی است کدام عدد به توان 2 رفت شد عدد تحت جذر بتیه. و جذر سوم مثلا که میگم جذر سوم 27، مثال جذر سوم 27 چند است؟ خب یعنی که کدام عدد به توان 3 بلند برده شوه که شوه 27. به این معنی است کدام عدد به توان 3 بلند برده شوه تا 27 شوه. اگر دو رو بگیریم سه کنه دو به توان دو ضرب به این شکل میشه دو ضرب دو ضرب دو، دو ضرب دو چار، چار ضرب دو هشت، پس این هشت شد. این در اینجا نمه دو نمه. سه رو بگیریم سه ضرب در سه ضرب در سه، سه ضرب سه نو، نو ضرب سه 27. پس در اینجا سه رو گرفتم تیرم که سه به توان سه 27 میشه. پس جذر سوم 27 چند شد؟ سه شد. یا ای که جذر سوم 64 مثلا، جذر سوم 64 خب چند می شود؟ یعنی که کدام عدد به توان 3 بلند برده شود که مساوی شود به 64. خب 3 به توان 3 که 27 شد، حال مشخص است یعنی 4 وقتی که به توان 3 بلند برده، یعنی 4 ضرب در 4 ضرب در 4 مساوی می شود 4 ضرب 4 16، 16 ضرب 4 64. پس اینجا جذر سوم 64 مساوی چند؟ مساوی به 4. طرف جذر مربع اعداد با استفاده از تجزیه. خب جذر 4 می فهمیم که 2 از جذر 16 هم که 4 است، جذر 25 هم 5 است، جذر 121 هم 11 است، جذر 169 مثلا 13 است. خب حال می خوام که از طریق تجزیه ای جذرهای از رو دریافت بکنیم. خب چه قسم ما میتونیم دریافت بکنیم؟ سکن 4 وقتی تجزیه میکنیم میشه 4 بالای 2 مرسه 2، 2 بالای 2 مرسه 1. پس 4 مساوی شد به 2 به توان 2. حال ما اینمی قاعده از رو کار داریم.
پس اینجا شد دو، یعنی که جذر 4 دو است. ده 16 داده، 16 مساوی است با 2 به توان 2، سکه یک یک جوره گرفتیم، یک جوره 2 به توان 2 و 2 به توان 2. خب حالا دیگه چی کار ندارم، قاعده ها را کار داریم. قاعده 2 ضرب 2 4، پس جذر 16 شد 4. 25، 5 به توان 2 ما قاعده شر کار داریم، این توان 2 باید باشه هر جوره باید. مثلا اینجا 6 تا بود، 2 جوره جوره میگیریم میره کلگش. خب 121 هم که 11 به توان 2 هست، پس توانش 2 هست، درسته، فقط قاعده شر میگیریم، یعنی جذر 121 11 شد. 169 13 به توان 2 هست، پس این قاعده شر 13، جذر 169 13 هست. هم رقم تریم جذر سوم هم به این شکل دریافت کنیم. دریافت جذر مکعب با استفاده از تجزیه، مثلا جذر مکعب یعنی جذر سوم یک عدد با استفاده از تجزیه پیدا بکنیم، که جذر سوم تنها راهشی راه دریافت راه تجزیه هست و دیگه راهی نداره. اما جذر دوم هم میتونیم که از طریقه عمومی استخراج جذر از اونجا هم دریافت بکنیم. سوم، جذر سوم یک عدد وقتی که بخوایم دریافت بکنیم به شکل مثلا 27 جذر سوم 27 سه است، چرا؟ به شکل 27 تجزیه میکنم، 27 سر 3 میرسه 9، 9 سر 3 میرسه 3، 3 سر 3 میرسه 1. خب پس 27 مساوی شد با 3 به توان 3، 3 به توان 3. پس ببین چی شد، این 3 شد. چرا؟ به خاطر گفتیم که اینجا زمانی که مربع بود اینجا توانش 2 بود، ما توانا رو کار نشیم، قاعده شر کار داشتیم. دیگه توانا چیه؟ سره، سر در نظر میگیریم، توانا باید سه باشه و قاعده شر چی بود؟ اونمو جذری عدد است. خب هشت مثلا، هشت مساوی داریم با 2 ضرب 2 ضرب 2، این 2 به توان 3. خب 2 به توان 3، پس اینجا ما قاعده رو کار داریم، چی میشه؟ درجه 3 در جذر سوم 8 میشه 2. خب جذر سوم 64، 64 مساوی داریم با تکن 2 به توان 3، این 3 شر میگیره و باز هم 2 به توان 3. حال 2 ضرب 2، 2 ضرب 2 مساوی میشه به 4. پس این چی شد؟ قاعده ها رو گرفتیم دیگه، قاعده ها رو هم ضرب کردیم، توان 3 هست، قاعده ها رو ضرب کردیم، 2 ضرب 2 4 و همچنان این رسه کن 5، 25 مساوی گرفتم تن به 5 به توان 125، 5 به توان 3 شد دیگه، 5 به توان 3. پس این قاعده شی چند است؟ 5 است. درجه جذر سوم 125 مساوی هست با 5. امیدوارم که از این ویدیو چیز رو یاد گرفته باشین، ویدیو رو با دوستای خود شریک بسازین و چینل ما رو هم سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای دیگر هم بهره مند شوید. خداحافظ.